بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله و کفاه و صلاة و السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بیننده های گرامی برنامه تفسیر قرآن کریم از نورین السلام علیکم و رحمت الله برکاته به برنامه خوش آمدین امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشین درس امروزه ما از آیه 106 سوره مائده شروع می گردد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة
ولا نكتم الشهادة شهادة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى شهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم بیننده های گرامی حالا می پردازم به ترجمه و تفسیر آیات تلاوت شده قبل از ترجمه این آیات ربط این آیات بر آیات گذشته در بالا نسبت به مصالح دینی احکامی آمده بود در آینده نسبت به مصالح دنیوی احکامی خواهد آمد و در آن اشاره به این است که خداوند جل جلاله با رحمت خیش همان گونه که اصلاح معاد بندگان را انتظام نمود اصلاح معاش آنها را نیز انتظام فرموده است قسمی که الله جل جلاله به خاطر اصلاح عقاید ما احکام فرستاده است همین قسم الله به خاطر خوب زیستن و درست زیستن ما هم احکام فرستاده است تا باشد که در جامعه درست زندگی کنیم و از زندگی خود بهره خوبی بگیریم انسان موجودی مدنی است یعنی موجودی هست که باید در اجتماع زندگی کند وقتی که در اجتماع زندگی کردی به داز و ستود حتما نیاز میفتد باید ما چیزی را از کسی بخریم
باید به خاطر رفع ضرورت خود ما اجناس خود را به فروش برسانیم. برای اکمال زندگی خود باید ما کار کنیم. باید برای رفع ضرورت خود دیگران را بیاوریم و اجر پاداش بدهیم و مزد بدهیم و از آنها کار بگیریم. صفت مدنی بودن انسان این همه امور را تقاضا دارد که وقتی که در جامعه زندگی میکنی باید چیزی را بخری، در جامعه زندگی میکنی باید چی را بفروشی، در جامعه زندگی میکنی باید برای کس کار کنی، در جامعه زندگی میکنی باید کسی را بیاری و کار خود انجام بده، برایش پول بپردازی. همه امی کارها طبق یک قانون باید صورت بگیرد. در صورتی که تو چیزی را به فروش میرسانی بعد تو متضرر نشوی، در صورتی چیزی را میخری بعد او آدم متضرر نشود، در صورتی که کار میکنی باید مزد تو را مردم بپردازد، در صورتی که از مردم کار میگیری باید مزد مردم را بپردازی. یکی از صفت اسلامی و یکی از صفت مسلمان است و به تعهداتت باید پابند باشی و همین قسم باید به وعده ها خلاف نشود. انسان به وعده خود پابند باقی بماند و یک زندگی آبرومندانه را در دنیا بسر ببرد. اینجاست که الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. اصلا سبب نزول آیات را اول حضورتان بیان کنم. یک صحابی مسلمان با دو اهل کتاب به سفر رفت. وقتی که به سفر رفت خود در سفر همین مسلمان مریض شد. و تداوی کرد و بالاخره قضا طوری شد که این آدم فوت میکرد. اونجا قبل از فوتش یک لیست نوشته کرد و تمامی است بود دارایی خود دو لیست تحریر کرد و در قاطی اجناسش ایرا گذاشت. بالاخره دو یهودی را که نصارا و یهودی بودن اونها را فراخواند و به اونها وصیت کرد که من خود فوت میکنم، امی اجناسی مرا شما مکمل به وارثین ما برسانید. قضیه طوری شد که امین عیسوی هایی که با این مسلمان بود یادم خود فوت کرد. وقتی که فوت کرد اینها از تجارت برگشتن، مال دارایی که به اینها امانت داده بود این مال دارایی را به وارثین میت تسلیم دادن، مگر از مابین ازی یک گلاس یا یک جامی که آب طلا داده شده بود این را پت کردن. وارثین میت وقتی که مال تسلیم شدن و جستجو کردن که از قات مال امو لیست کشیدن، دو لیست که وقتی که خواندن که تمام اجناس است مگر یک جام طلا نیست. آخره اینها رفتن پیش او دو آدم گفتن ای جام دی شما چیزی را به فروش نرساندین اجناس ما؟ گفتن نه. گفتن چیزی را خو سودا نکردین؟ گفتن نه. خود چپی خدا گرفتن. بالاخره به اینها اطلاع داده شد که اون جامی که از شما گم شده بود در فلان زرگری امی دو تا کافر به فروش رساندن. باز اینها رفتن دعوا کردن گفتن که این می جام از ماست. وقتی که اینها گفتن از ماست، اسناد کشیدن که اینجا دایی اسناد است جام، خو یهودی و نصارا گفتن که ما ایره خریده بودیم از زیاده. بالاخره قسم بری از اینها داده شد. اینها بر ناحق قسم خوردن که ما ایرا خریده بودیم و ایرا ما از مال میت نگرفتیم. بالاخره اینمی آیات نازل شد و حقایق را بیان کرد، پرده را برداشت که اصل قضیه طوری بود که این نصارا دو تا کافرایی که با این مسلمان بودن اینها جامی از او آدم پت کردن به فروش رساندن و بر ناحق قسم خوردن. بالاخره اونها سری از اینا دعوا کرد، اینها قسم خوردن. حالا اینجاست که الله جل جلاله ای آیات را نازل کرد و مسئله را واضح ساخت و در شریعت اسلامی نظام طوری هست که کسی دعوا می کند باید شاهد تیر کند و اگر او آدم شاهد تیر کند برنده هست،
اگر او آدم شاهد تیر نکد یا شاهد نیافت، باز بالای مدعا علیهی قسم است. اگر این آدم قسم خورد، ای برنده است. اگر قسم نخورد، خب مدعی برنده است. در اینجا یک بار وارثین میت دعوا کردن و شریعت از وارثین میت شاهد خواست، اونا شاهد خو نداشتن. قسم بالای یهودی گشت، یهودی قسم خورد برد. یک بار دیگه باز یهودی دعوا کرد که میره خریدم، خوشریت از یهودی شاهد خواست، شاهد اینها نداشتن، قسم برگشت به وارثین میت، وارثین میت قسم خوردن. این قضیه در ای آیات بیان شده و واقعیت بیان شده که اصلا واقعیت اینجا بود که یهودی و او عیسوی که همراه مسلمان بود، اونا خائن بودن، اونمو جام طلایی را پت کرده بودن و قسم هم خوردن و دروغ هم گفتن. این آیات نازل شد. در این آیات یکی ای ثابت شده که مسلمان علیه مسلمان شهادت داده می تواند و کافر علیه مسلمان شهادت داده می تواند. اما باز ای آیت که کافر علیه مسلمان شهادت داده می تواند به آیات سوره بقره که اونجا قرآن کریم میگه که من رجالکم، شهادت از مردان خود شما باید باشد. مردان خود ما یعنی مسلمانان. پس به او آیت، ای آیت منسوخ شد که حالا کفار اگر علیه مسلمانان شهادت میدهد، شریعت شهادت کفار را نمیپذیرد. اما اگر کفار علیه خودشان شهادت میدهند، خو شریعت میپذیرد. رسول الله علیه السلام یک روز تشریف داشتند که یهودی ها یک انسان را چیریش سیاه کرده آوردن. پیامبر علیه السلام پرسان کرد، گفت که چرا؟ برای چی؟ چرا چیری از را سیاه کردین؟ یهودی ها گفتن که ای زنا کرده. رسول الله علیه السلام گواه خواست، گفت گواه بیارین، شاهد بیارین. شاهدها آمدن و شهادت دادن که ما شاهد استیم که آدم زنا کرده. پیامبر علیه السلام امر به رجم فرمود. شهادت کافر را علیه کافر پذیرفتند. حالا هم دین طوری است که شهادت کافر علیه کافر پذیرفته می شود، اما شهادت کافر علیه مسلمان منسوخ شده، پذیرفته نمی شود. مسلمان علیه مسلمان شهادت بدهد پذیرفته می شود، اما کافر علیه مسلمان شهادت می دهد پذیرفته نمی شود در شریعت. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان داران، شهادت بینکم، در میان شما وقتی که برسد، شهادت بینکم، گواهی در میان شما، اذا حضر احدکم الموت، وقتی که برسد به یکی از شما مرگ، حین وصیت اثنان ذوا عدل منکم، به هنگام وصیت دو نفر معتبر از شما، او آخران من غیرکم، یا دو نفر دیگر از دیگران. از دیگران منظور قرآن کفار است، که یعنی دو نفر از خود شما معتبر باشه هم گواه قرار بدهین، که قسمی که او مسلمان، او آخران من غیرکم، قسمی که او مسلمان، دو تا کافر را گواه قرار داده بود که شما گواه باشین که اینمی اجناس مرا به وارثین ما برسانین. قرآن کریم می فرماید اذا حضر احدکم الموت، وقتی که برسد به یکی از شما مرگ، حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم، به هنگام وصیت دو نفر معتبر از شما، یکی او آخران من غیرکم، یا دو نفر دیگر از دیگران. از دیگران منظورش کفار. کفار در اینجا میگه که علیه مسلمان ها شهادت داده می توانند. او آخران من غیرکم، یا دو نفر از دیگران، این انتم ضربتم فی الارض، اگر شما در سفر بودید، فاصابتکم مصیبت الموت، پس رسید به شما مصیبت مرگ، که مصیبت مرگ به او آدم رسید و دو آدم کافر را گواه قرار داد و اجناس خود به اونا سپرد. قرآن کریم می فرمد تحبسونهما من بعد الصلاة،
پس اینها را بلند کنین و این دو تا را بلند کنین بعد از نماز عصر. من بعد صلات مفسرین نشته میکنن که منظور خدای یکتا نماز عصر است، چون او دو تا یهودی بودن و یهودی ها به نماز عصر بسیار احترام قائل بودن و بعد از نماز عصر را اونها بسیار محترم میشمردند، در این اوقات دروغ نمیگفتند. بناهن الله وقتی که قضیه طوری شد که اونها آمدن و اجناس را به وارثین میت دادن اما جام پت کردن، وقتی که معلوم شد به وارثین که جام به فروش رسیده ادعا کردند، پس در اینجا قرآن چه میگه؟ تحبسونهما من بعد الصلات، اینها را بلند کنین به گواهی بعد از نماز. بعد از نماز چی منه؟ بعد از نماز عصر اینها را قسم بتین، چرا که اینها یهودیستن و بعد از نماز عصر احترام میگذارن، پس دمی وقت بسیار محترمشان اینها را قسم بتین که اینها از خدا بترسن و قسم ناق نخورن. فیقسمانی بالله، قسم بخورند آن دوتا به خدا، این ارتبتم لا نشتری بهی شیئا، اگر در شک قرار گرفتید که نمیگیریم به عوض قسم ثمنا هیچ مال هیچ پول، ولو کان ذا قربا، اگر چه کسی که خویشاوند باشد، یعنی به این قسم اینها را قسم بدهین که در وقت نماز عصر بعد از وقت نماز عصر اردی زیر بخواهین قسم بتن که اینها بترسن، یکی از نام خدا بترسن، یکی از وقت محترمشان بترسن که بعد نماز عصر یهودی ها محترم میشمردن. قرآن کریم میفرماید فیقسمان بالله، پس قسم بخورند آن دوتا به خدا، این ارتبتم که لا نشتری بهی شیئا لا نشتری بهی ثمنا، که شما در شک قرار گرفتید که نمیگیریم به عوض قسم مال، ولو کان ذا قربا، اگر خویشاوند باشد، ولا نکتم شهادت الله، و پنهان نمیکنیم گواهی خدا را، اینا اذا لمن الظالمین، اگر ما پنهان کنیم یقینا ما گناهکار هستیم. فان عثر على انهم استحقا، پس اگر اطلاع یافته شد که آن دو تا حق را پنهان کردند، پس فآخران یقومان مقامهما، پس قرآن میگد که دو گواهی دیگر بلند شود به جای آنها، قسمی که اونها معلوم شد که حق پنهان کردن با دو گواه از صاحبانی وارثینی مال گرفتن. من الذین استحق علیهم الاولیان، از کسانی که حقشان پایمال شده است. فیقسمان بالله، پس اینها نزدیک باشند به چی؟ علیهم الاولیان، اینها نزدیک باشه به او وارثین. فیقسمان بالله، پا قسم بخورن به خدا که لشهادتنا احق من شهادتهما، گواهی ما برحق تر است از گواهی آنها، و ما تدینا، و ما تجاوز نکردیم، اینا اذا لمن الظالمین، اگر ما تجاوز کردیم ما از جمله ستمگاران باشیم یا ظالمین هستیم. ذالک، قرآن میگه که اینمی طریقی که به شما بیان کردم، ادنا این یعتو بالشهاده، امید میرود که ادا نمایند گواهی را، علا وجه ها به درستی، او یخافو ان ترد ایمانم بعد ایمانهم، یا بترسند که رد شود قسم ما پس از قسم آنها، قسمی قسم اونها رد شد قسم ما هم رد شود. و اتقوا الله، و بترسد از خدا، و اسمعوا و بشنوید از الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، و خداوند نمی برد بر راه راست نافرمان را، یعنی راه راست خدای یکتا مردمانی فاسق را راه راست را نشان نمیدهد. برادران و خواهران گرامی، این بود برنامه امروزی که تقدیم حضور شما گردید. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.